با ما همراه باشید با ایران آزادی. مهری عمرانی از قتل عام 67 در زندان وکیل‌آباد مشهد سخن می‌گوید. قسمت اول. زوایای بیان ناشده قتل عام 67 در شهرستان‌های ایران. مهری عمرانی از زندانیان سیاسی. آغاز قتل عام 67 در زندان وکیل‌آباد مشهد. یک هفته قبل از اعدام‌ها یا شاید کمی بیشتر، پاسداران به بند هجوم آوردند و تلویزیون و چند ورق روزنامه‌های کیهان و اطلاعات را با خود بردند. حتی روزنامه‌های کهنه را. در مقابل تمامی سوالات، سکوت بود و سکوت. یکی از پاسداران زن گفت: از امشب به بعد ما تعیین می‌کنیم که کی کجا بخوابه. ضابطه جدید اینه که هیچ کس نباید تخت و با کسی عوض کنه و اجازه حرف زدن هم نداریم. زنان پاسدار در تاریکی مثل خفاش شب وارد می شدند و جای خواب ما را کنترل می کردند. فکر می کنم شب ششم مرداد ساعت حدود 11 شب بود که شیرین اسلامی مقدم و مادر شمسی براری را صدا کردند. به آنها گفتند که از تخت پایین بیایند و حق حرف زدن هم ندارند. سوال کردیم: کجا می برید؟ فکر کردیم اگر آنها را به انفرادی میبرند، خرما یا کشمشی به آنها بدهیم. یکی از پاسدارها گفت: با خودتون هیچ چیز نمیتونیم برداریم. آنها اجازه خداحافظی هم ندادند. هیچ کدامشان حکم نداشتند. فضای زندان وکیل‌آباد کاملا عوض شده بود. کنترل بسیار شدید و بسیار امنیتی. یک روز یکی از بچه‌ها مریض شده بود و گفت که او را به بهداری ببرم. او در بهداری و یا در راه بهداری یکی از برادرهای زندانی را می‌بیند و در یک فرصت کوتاه با هم صحبت می‌کند. آن برادر گفته بود که از بند ما دست دسته می‌برند، هیچ کس هم بر نمی‌گرده. از جمله نجاتی اعدام شده. همه را اعدام می‌کنند. بیشتر اعدامی‌ها از بندهای مردم بود. 17 مرداد بود که پاسداری وارد بند شد و گفت: اسمایی که میخونم بلافاصله با چشمم بیرون بیان. اسم من هم جزو آن بود. سعی کردیم که چیزی با خود برداریم، مثل مسواک یا خمیر دندان. اجازه ندادند که هیچ چیز با خود داشته باشیم. ادامه داریم.